سلام نو واسطتون خیلی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب زبان انگلیسی پایه ده دهم این کتاب مخصوصا همه رشته های ریاضی تجربی و انسانی هست برای دیدن آموزش همه قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و در اونجا آموزش کتاب زبان انگلیسی پایه دهم رو انتخاب کنید و همه آموزش های این کتاب رو تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز بپردازیم فقط قبل از شروع درس اگه از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید. امروز میخواهیم به بررسی صفحات 15 تا 18 کتاب زبان انگلیسی پایه دهم بپردازیم. عنوان درس اول هست سیوینگ nature saving nature یعنی نجات طبیعت save خود کلمه سیو یعنی نجات دادن ذخیره کردن یا جمع کردن پول nature یعنی طبیعت تلفظش رو دقت کنید و بعد از من تکرار کنید saving nature saving nature خب در قسمت پایین یک آیه از سوره ای انبیاء ورده سوره ای انبیاء آیه سیوم گفته We made from water every living thing We made from water every living thing خب we یعنی ما Made یعنی ساختیم یا درست کردیم ما درست کردیم یا ساختیم From water یعنی از آب every یعنی هر living thing سرهم یعنی چیز زنده موجود زنده خب ترجمه کلیش این میشه ما هر چیز زنده ای رو از آب ساختیم هر موجود زنده ای رو از آب ساختیم خب دانش آموزان عزیز دقت کنید از همین ابتدای کتاب تمام لغت ها رو به خوبی یاد بگیرید یعنی انتظار میده هر لغتی که در کتاب باشه شما باید اونو بلد باشید زبانم یک درسی که باید بسیار تمرین کنید بسیار تکرار کنید تا مطالب تو ذهنتون تثبیت بشن خب بریم سراغ صفحه بعدی توی این صفحه چهار تا تصویر میبینید خب قاعدش اینه که برای هر تصویر یک جمله باید بنویسید خب من برای هر تصویر هم یک جمله برای شما آماده کردم و برای هر تصویرم یک کپشنی گفتم. ممکنه سر کلاس معلمتون بخواد که برای هر تصویر یک جمله بنویسید. تصویر اول عنوانی که میتونیم براش بنویسیم Global Warming یعنی گرمایش جهان گرمایش جهانی Global یعنی جهانی وارمینگ. یعنی گرم شدن یا گرمایش تصویر دوم آشخال میبینید آشخال میشه Litter Litter تصویر بعدی آتش سوزی در جنگل رو میبینید که میشه fire in the jungle یا میتونیم بگیم deforestation", deforestation 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 یعنی جنگل زدایی و تصویر آخر drought drought یعنی خشک سالی حالا برای هر تصویر میخوام یه جمله بگیم مثلا the greatest environmental challenge of the new century is global warming. یعنی بزرگترین چالش زیست محیطی قرن گرمایش جهانی است. Environmental یعنی زیست محیطی. Challenge یعنی چالش. خب این مثال ها رو هم در کتابتون بنویسید. مثال بعدی برای کلمه litter. litter. The streets are full of litter. خیابان ها پر از آشغال هستند. برای بعدی deforestation causes floods and drought جنگل زدایی باعث ایجاد سیل ها و خشکسالی می شود cause یعنی باعث شدن ایجاد کردن floods یعنی سیل ها drought یعنی خشکسالی و بعدی برای کلمه drought میخوایم جمله بگیم the recent drought has caused much damage خوشتسالی اخیر آسیب زیادی ایجاد کرده است. خب حالا بریم سراغ صفحه بعدی. گفته get ready یعنی آماده شوید. get معنی های زیادی داره. اگر بعد از get صفت بیاد معنیش یعنی شدن. ready یعنی آماده. این یعنی یه صفته. چون بعدش صفت اومده get معنیش میشه شدن. get ready یعنی آماده بشید. Part 1 قسمت Part, یعنی قسمت اول پارت یعنی قسمت وان یعنی اول خب گفته match the pictures with the phrases match the pictures with the phrases match یعنی تطبیق دادن pictures یعنی تصاویر with یعنی با phrases یعنی عبارات میگه که تصاویر رو با عبارات تطبیق بدید چهار تا تصویر بهت داده با چهار تا عبارت میگه اینا رو با هم دیگه جفت و جور کنید اول من عبارات رو بخونم شماره یک پوتین اوت the فایر پوتین اوت the فایر یعنی خاموش کردن آتش پوتین اوت یعنی خاموش کردن فایر یعنی آتش بعدی cutting down the trees cutting down the trees یعنی قطع کردن درختان cut down یعنی قطع کردن trees یعنی درختان hurting the animal hurting the animal یعنی آسیب رساندن به حیوان hurt خود کلمه ی hurt یعنی آسیب رساندن زخمی کردن معنی معنی درد داشتن هم میده خب بعدی helping the injured animal helping the injured animal یعنی کمک کردن به حیوان زخمی یعنی کمک به حیوان زخمی injured یعنی زخمی یا آسیب دیده مجروح خب putting out the fire میشه تصویر B Cutting down the trees میشه تصویر C Hurting the animal میشه تصویر A و Helping the injured animal میشه تصویر D خب بریم سراغ قسمت B Which is good for nature? Which is bad? یک کدوم برای طبیعت خوبه کدوم برای طبیعت بده از بین این چهار تا که خوندیم کدومشون برای طبیعت خوبه کدومشون برای طبیعت بده خب putting out the fire این برای طبیعت خوبه helping the injured animal helping the injured animal این هم برای طبیعت خوبه hurting the animal آسیب رسوندن به حیوان برای طبیعت بده Cutting down the trees قطع کردن درختان برای طبیعت بده حالا چیزایی که برای طبیعت بد هستن ممکن اینا هم باشن مثلا polluting rivers آلوده کردن رودخانه ها polluting یعنی آلوده کردن rivers یعنی رودخانه ها یا hunting endangered animals یعنی شکار حیوانات در معرض انقراض Endangered یعنی در معرض انقراض خب Part 2 Part 2 قسمت دوم Match the pictures with the words خب Match یعنی تطبیق دادن Pictures تصاویر Words هم لغات خب تصویر چند تا حیوان رو داده اون وسط هم اسماشون رو گفته گفته این تصاویر حیوانات رو با اسمشون جفت جور کنید حالا شما بیاید زیر هر تصویر اسم اون حیوان رو بنویسید خب گوت یعنی بوز A goat یعنی یک بوز گوت Wolf Wolf یعنی گرگ Panda یعنی پاندا Panda, Panda". an elephant elephant feel, elephant whale whale هنگ cat a cat گربه leopard leopard پلنگ leopard دقت کنید تلفظش رو leopard نیست leopard leopard داک میشه اردک داک هم میشه اردک زیر هر تصویر اسم اون حیوانو بنویسید خب حالا گفته قسمت B Can you divide the above animals into two groups? How? Can you divide یعنی میتونی تقسیم کنید divide یعنی تقسیم کردن the above animals حیوانات بالا رو above یعنی بالا into two groups یعنی به دو گروه. بعد چطوری؟ میگه حیوانات بالا رو میتونید به دو گروه تقسیم کنی چطوری؟ خب ما میتونیم حیوانات بالا رو به دو دسته تقسیم کنیم. farm animals حیوانات اهلی و wild animals حیوانات وحشی. wild یعنی وحشی. farm یعنی اهلی معنی مزرعه هم میده. خب حیوانات اهلی چیا هستن؟ goats cat duck و حیوانات وحشی wolf panda elephant whale و leopard خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم خب اگه میخواید آموزش بقیه قسمت های زبان دهم ده رو ببینید روی اسم کانال کلیک کنید برید قسمت لیست پخش و اونجا زبان دهم ده رو پیدا کنید و همه آموزش های این کتاب رو تماشا کنید آموزش درست پایی 11 و دوازدهم هم داخل کانال هست خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما دانش آموزان عزیز